نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 25 محرم سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست در تشریح آیات 65 تا 77 سوره کهف در رابطه با داستان حضرت موسی و حضرت خضر فرمودند، آنگونه که در تفصیل قصص قرآن در روایات وارد شده و در کتبی مانند برهان و نور الثقلین هم به آنها اشاره گردیده، اینکه بعضاً احساس می شود برخی تعابیر در جای خود به کار نرفته، این مسئله است که در علوم بلاغت به آن اشاره و در کتاب متول المعانی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته. البته این موارد در کتاب مختصر المعانی مورد اشاره واقع نشده است. ایشان در ادامه فرمودند، اینکه در برخی از قصص یا آیات قرآن سؤالی می شود اما جواب او داده نمی شود یا به گونه دیگری پاسخ داده می شود، علاوه بر بلاغت مسئله اهم و مهم نیز هست که اتفاقا شاید ریشه و علت این گونه پاسخ دادن هم باشد. معظم الله به عنوان شاهد مثال با ذکر آیه 215 سوره بقره می فرمایند، از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند و به چه کسی بدهند. بگو هر مالی انفاق کنید به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه ماندگان تعلق دارد و هر گونه نیکی کنید، البته خدا به آن داناست. فرمودند، در اینجا وقتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال شده که در راه خدا چه چیزی را انفاق کنند، خدای متعال جواب این سوال را نداده اما در جواب فرموده به چه کسانی انفاق شود. آیت الله العظما شیرازی در ادامه دلیل پاسخ ندادن خدای متعال را اهم بودن جوابی که به آن سوال داده شده ذکر نمودند و در ادامه فرمودند، مهم نیست چه چیزی انفاق می شود، چرا که هر چیزی را که می خواهند و می توانند انفاق خواهد کرد، اما مهم این بوده که به مردم تأکید شود که انفاق به چه کسانی لازم است. معظم الله همچنین فرمودند، این خصوصیات گاهی در روایات ذکر شده و گاهی هم مفسرین نظیر مرحوم شیخ طوسی و دیگران آن مواردی را که در روایات مورد اشاره واقع نشده پیرامون آن توضیحاتی داده اند که عمده دلیل آنها مسئله بلاغی است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تفصیل این قصص قرآن کریم عمدش توی روایات وارد شده، کتبی که مثل برهان، مثل نور الثقلین که روایات این آیات را نقل فرمودن تفاصیلش نقل شده. فقط مسئله این که این تعبیر اینجا جاش هست یا این تعبیر اینجا جاش نیست، این یه مسئله یه توی علوم بلاغت. اگر مراجعه کنید بر مطول در اطول، مختصر نداره این چیزا رو خیلی. و اون اینه طرف یه کاری کرده، اون یه جواب دیگه میده. طرف یه سوالی کرده، اون جواب سوالو نمیده، جواب یه سوال دیگه میده. اینا جزو بلاغته و مسئله اهم و مهمه، یعنی ریشش مسئله اهم و مهمه، که گاهی هم عرض کردم قرآن کریم فرموده است که بله از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله سوال کردن ماذا ينفقون، در راه خدا چی بدن؟ خدا جواب اینو نداده، فرموده ما انفقتم من شیء فللوالدین. چرا جواب نداده؟ چون این جوابی که خدای عز و جل فرموده این اهم از اونه، یعنی اون سوال مهم نیست چی میدن، هر چی بدن، مهم اینه به کی بدن، به والدین بدن، به چی بدن. اینا وقت اینا این خصوصیات
گاهی تو روایات ذکر شده، گاهی هم خود مفسرین مثل مرحوم شیخ طوسی دیگران، اگه تو روایاتش اونا گاهی توضیح هایی دادن. عمدش مسائل بلاغیه